داستان زیبا و شنیدنی غرور عابد و مرد گناهکار. دوستان عزیزم، در داستان جذاب شما خود دیدین که عابدی که سالهای سال عبادت کرده بود غرور می کند، سپس به چه سرنوشتی دچار می شود. حتماً و حتماً این داستان زیبا را تا پایان بیننده باشید. ممنون از لایکتان. بود نبود در زمانهای قدیم یک عابد بود که سالهای سال در یکی از مغاره‌های کوه می رفت و روز و شب به عبادت خدا مصروف بود. او به حد عبادت کرد و ریاضت کشید که از بندگانی مقربی درگاه خداوند قرار گرفت. روزی از روزها حضرت عیسی از صحرایی می گذشت. دید در بالای کوه غاری است و صدای عبادتی کسی از آنجا شنیده می شود. حضرت عیسی بر بالای آن کوه رفت و داخل عبادتگاه شد. دید مردی در آنجا مشغول عبادت است. کمی پیش رفت و با او شروع به سخن گفتن کرد. در این هنگام جوانی که با کارهای زشت و ناروا مشهور بود از آنجا می گذشت. وقت چشمش به حضرت عیسی و مرد عابد افتاد، پایش سست شد و از راه رفتن باز ماند. همون جا ایستاد و گفت: خدایا، من از کردار زشت خویش شرمنده ام. اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند چه کنم؟ خدایا، عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. چشم عابد که بر جوان افتاد سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، مرا در قیامت با این جوان گناهکار حشر مکن. در این هنگام فرشتگان به حضرت عیسی آمدن و گفتند: به این عابد بگو که دعایت به درگاه خداوند مستجاب گردید و تو را با آن جوان حشر نمی کنیم، چون او به دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت است و تو به علت غرور خودبینی اهل دوزخ. پایانی داستان. خب دوستان عزیز، شما از قصه چی آموختین؟ حتما در کامنت ها برای من بنویسید. آها، فراموش نکنین که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. تا قصه و حکایت دیگه، خدا حافظ.